سلام عرض کنم خدمت همه بیننده های عزیز برنامه پاپستار در یکی دیگه از قسمت های برنامه پاپستار در خدمت شما هستیم امروز یه مهمون متفاوت داریم یه آدم معمولی که کلی کارهای بزرگ و خیلی انجام داده یه آیتم میبینیم برمیگرد سلام عرض میکنم. خدمت سلام. خانم محشید خسروی سلام. هستیم. خیلی خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتید و سلام. به برنامه ما آمدید. خواهش میکنم. ممنونم از شما. خواهش میکنم. خانم از ابتدای ورودتون به ارسای خیریه بگید. آه بالا آه داستان من کلا از یه خواب شروع شد. بله. خواب امام خمینی رو دیدم. بعد... رفتم حرم امام خمینی بعد تمام قطعه شهدا رو یواش یواش با یه دونه ظرفی پیدا کردم داشتم همینجوری میشستم دونه دونه مزار شهدا رو بعد یه آقای روحانی اومد به من گفتش که نز داری که داری همه رو میشوری گفتم نه من حالا خواب دیدم دوست دارم همینجوری به دلم افتاده بعد دیگه بعد از اون یه شلنگ 20 متری گرفتم حالا. که دیگه کلا کار هر روزم شده بود میرفتم قطع شهدا رو میشوستم بعد راهیان یعنی نور دعوت شدم اونجا حالا خوابای عجیب غریب میدیدم تو آسمون حسم بهم میگه که اون خانومی که دیدم اه... یعنی حس میکنم که اه... فاطمه زهرا بود بعد کلی شهید دیدم تو آسمون بعد از اون دیگه برگشتم از نور تهران قطه شهده رو میشستم بعد اه... یه صفر هفزین پن کردم توی مزار شهده توی قطه شهده یه صفر هفزین پنگ کردم بعد از اون اه... 24 مرداد تولدم یه مسیج برام اومد که یه سری بچه های که فکر میکنن اگه داروشون سر وقت بخورن و حرف ما رو گوش بدن یه فرشته میاد براشون لاک میزنه دیگه من کل بازار رو گشتم دنبال بال فرشته و لباس فرشته که دقیقا همون چیزی که اونا تو ذهنشونه بشه کلی هم لاک تو خونه داشتم جمع کردم بردم بعد بعد از اون تولدمو رو توی کریزک گرفتم فیلمش که پخش شد دیگه مردم همه دوست داشتن یعنی استقبال کردن از این کار من بعد دیگه دوست داشتن که کمک کنن یه جورایی من صد و خورده ای بچه توی احمد آباد دارم که از مردم خواستم که حالا که دوست دارین کمک کنین توی خونه اگه لباس دست دومی دارین در حد نو که حالا کوچیک شده بزرگ شده از مد افتاده چی توی خونه برای من بفرستین من اینا رو تفکیک میکردم میرسوندم دست بچه خودتون این کارو میکردید یا یه گروهی؟ نه من یه واند لباس و ماموزاگم دوتایی با هم تفکیک کرد. <laughs> تفکیک کردیم و بردم دادم به بچه ها خانواده شون بعد از آم... رو خوابه خوابه رو کی دیدید اولا اینو بگید خوابو قبل دیدم قبل اید دیدم چه سالی نوید و پارسال چهار پارسال عید خواب امام خومنیو دیدم بعد خب خواب این خوابو دیدی مثلا صبحش که بلند شدی برای کسی بازگو کردی, کسی بازگو کردی یا نمیدونم از مراجع حتی پرسیدید که مفهوم این خواب من چی بود؟ نه فقط دوست داشتم که برم حرم خب رفتم حرم بعد دیگه رفتم مزار شهدا بعدش راهیان نور بعدش اون, راهیان نور رفتنه چه حسی بهتون میداد؟ اون موقع من خیلی خواب شهید میدیدم خیلی خواب یعنی انقدر خوابم واضح بود که از خواب میپردم قلبم تون تون میزد یعنی قشنگ من امام خمینی و با یه لباس سفید نه یه دفعه تو خوابم میومد اصلا میترسیدم ولی خب خیلی زمینه شما داشتی؟ مثلا مطالعه کرده باشی؟ یا یکی از اقوامتون تعریف کرده باشه؟ حالا از شخص امام خمینی یا شخص شهید ها؟ کلن من شخصیت خود امام خمینی و خیلی شناخت ندارم ولی نمیدونم چرا انقدر دوستشون دارم واقعا احساس میکنم این یه پدر بزرگ من همچین سیدم ولی شناختی ندارم آدم سیاسی هم نیستم که بدونم چه کارایی کردن نکنم کلا قلبا دوستشون دارم نمیدونم چرا بله و لقب فرشته زمینیو به شما دادند به. این لقب اولا کی داد بهتون و بعدش هم اینکه میتونید این لقب رو واقعا روی های خودتون حس کنید و انجامش بدید لقب و والا انقدر دیگه کامنت های فرشته 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 آه. دیگه موند بله. دیگه همه میگفتن که نه فرشته ای این فرشته ها میمون اینا همون هایی که بهشون کمک میکردید یا افراد دیگه نه کسایی که فیلم ها رو میدیدن بله بعد دیگه خب سنگینی این عنوان سخت هست این عنوان روت باشه و قاعدتاً باید خیلی مسئولیت میاره آره مسئولیت کلا فکر میکنن کسی که حالا فرشته است دیگه عصبانی نباید بشه دیگه خطایی نباید بکنه ولی خب دیگه آدم زده دیگه بعد یه چیزی که خیلی در شما هست توی صفحه اینستاگرامتون خیلی از ویدیوهایی که کارهایی که انجام میدید و میذارید این ریا نیست که هر کاری انجام میدید سریعا میذاریدش و خب من هدفم اینه که فرنگ سازی بشه یعنی از اولم که فیلم ها رو گذاشتم خیلی از شهرستان یاد گرفتن تمام فیلم عکس میفرستن که ما هم داریم همین کار رو شما رو تو شهر اون انجام میدیم وقتی میبینم که این همه آدم دارن یاد میگیرن شروع کردن هر کی خود شخصی حالا با دوستش فامیل من گفتم که همه تون توی خانواده هاتون کلی لباس هستش که همجور تو کمداتون مونده استفاده نمیکنین اینا رو جمع کنین بدین حالا به هر کسی که تحقیق میکنین میدونین که واقعا نیازمند حالا این که میبینم از کار من یاد گرفتن دارن انجام میدن من بیشتر دوستشم فرنگ سازی بشه که خدا رو شکر داره یواش یواش میشه توی پیج من گفتم که من ریاکارترین آدم دنیا هم. تو رو خدا ریاکار باشین چون اشکال نداره به من بگن ریاکار ولی به واسطه همین فیلم ها کلی مشکلات حل شده من الان هر فیلمی که توی پیجم میزنم سری بانیش پیدا میشه سری خیرش پیدا میشه چون من کمک مالی هم جمع نمیکنم مثلا توی پیجم میزنم یه بچه دو ساله از سمک لازم داره یه آقای میاد مثلا یه خانم آقا هرکی میگه که خب سمکش با من آه آه اینو کجا میاد چون من خوندم شما نوشتید که دایرکت پاسخ نمیدم و نمیخونم حالا خب این تناقض شد که خب ببین من اوایل همه مسیج ها رو خودم جواب نمیدم یه دفعه در روز هزار تا مسیج میومد من. تا دو سه شب جواب مردم میدادم بعد مسیج که زیاد شد ادمین گذاشتم من سه تا ادمین گذاشتم یکی شهرستان ها رو جواب میده که اگه مشکلی مثلا تو چه شهر شیراز یکی مشکل داشته باشه مشکلش رو کوتاه مطرح میکنه با شماره تماسش با شهرش قید میکنه ما میذاریم توی کانال اگه کسی از تو شهرشون باشه بتونه مشکلشو حل کنه میره تحقیق میکنه و مشکلش حل میشه پس این رسیدگی میشه بله میگم نوشتید که دایرکت و پاسخ نمیدم و نمیخونن نه اوایل میخوندم ولی الان انقدر مسیج زیاد شده وقت نمیکنم الان من 35 تا خانواده بچه ها تحقیق کردم برای من فرستادن آدرس ها رو که من دونه دونه باید برم خونه هاشون فیلمش رو بگیرم بذارم تو پیجم که خیرش پیدا بشه یعنی یه نفر شهرستان رو جواب میده پیگیری میکنه یه نفر تهران رو مسیجاش رو میگیره میده به اون خانومی که تحقیقات انجام میده بعد یه گروه تحقیقاتی هستن همه اینا یواش یعنی فکر کنین همه این کار رو خودم تنها انجام میدادم خودم مسیجا شهرستان رو بگیری میکنم خودم تهران رو پیگیری میکردم حضورم پیدا تحقیق میرفتم شهرستان. خودم شهرستان یه بار کمپین گچساران رفتم یه بار با بچه های دانشگاه شریف چالوران رفتم آزرباجان بعد الان دیگه مسافرت هم من با خانواده میرم عادت کردم دیگه مثلا ترجیح میدم برم اون روستاها اون دهاتایی که هستش از شورا میپرسم از شورا میپرسم که اینجا مثلا خانواده نیازمند کجا هست میرم براشون مواد غذایی میگیرم مثلا عراق من رفتم شمال رفتم با خانواده اینا رو مثلا رفتم به دهاتاشون سر زدم کمک کردم برای خودتون هیته بندی کردید یعنی قسمت بندی کردید که فقط مثلا نیازمندان پوشاکی یا یعنی اینکه نه هر نوع نیازی مریضی نمیدونم مخارج تحصیل گذاشتم روی مواد غذایی دارو تحصیل جایزه درسته چون ببینید من الان واسطه هم بین خیرین و افراد نیازمند خب تحقیق میکنم خودم فیلمشو میذارم یه خیری پیدا میشه کمک میکنه مستقیم من مدارک از اون خیر میگیرم که بعدا مشکلی پیش نیاد نیازمند به خیر معرفی میکنم حالا یا خودشون شخصا پیگیری میکنن یا میسپارم به خودم این راه ارتباط همون صفحه اینستاگرام بله خب بعد الان هم به واسطه فیلم ها الان دیگه هر فیلمی که میذارم سریع خیرش پیدا میشه الان مثلا من یه بچه ای دارم که بیماری سرطان خون داره آرزوش دوچرخه بود که براش گرفتیم الان تبلت لازم داره یعنی دوست داره تبلت دوست داره مثلا میذارم توی کانالم که یه بچه ای هست با این مشخصات تبلت لازم داره یه نفر مردم اینو اعتماد به شما دارن؟ بله که تبلت خب حالا مثلا این حساب رو بریزیم و خب میگم دیگه می من پول نمیگیرم که خود تبلت رو میفرستن خود تبلت رو میفرستن بعد من فیلمشو میذارم که رسته به دست بچه بهشون تحویل دادید بیننده های عزیزمون به یه بخش کوتاه نگاه کنید تا زود برگردیم خب برگشتیم برنامه ای ما رو هر پنجشنبه ساعت 9 شب میتونید از سایت آپارات و پاپ تیوی نگاه کنید همچنان در خدمت خانم خسروی هستیم مؤسسه یا اشخاص خاصی هستن که از شما حمایت کرده باشن تا الان که بخواید اسمشون رو بیارید خیلی مؤسسه بودن که از من خواستم باشون فعالیت کنم ولی من خودم به شخص دوست ندارم یعنی همه به من میگن که تو خودت الان یه خیریه ای یعنی محال من چیزی بخوام و نشه یعنی من فقط تصمیم میگیرم که الان برای هفته بچه باید دوچرخه بگیرم بچه ها هم حتی سوار ماشین میکنم میبرم سریع خیرش پیدا میشه یعنی خودم احتیاجی ندیدم که بخوام از مؤسسه کمک بگیرم از خیریه کمک بگیرم خودم شخصا تا الان هر مشکلی بوده حل کردم خب این فکر نکردید که این خیریه رو به صورت یه دفتر یا حالا یک جای مشخصی در بیارید و خودتونم مدیریتش بکنید اینقدر مسیج میاد اینقدر خانواده های نیازمند به من مسیج میدن هم خیلی جالبه که همه از من وام میخوام مثلا فکر میکنم این بانک هم خیلی هم گفتم من فقط مثلا مواد غذایی دارو تحصیل جایزی مثلا همین جایزی رو من کمک مالی نمیگیرم لیست اقلامی که برای عروس خانم ما میخوایم و میذاریم گاز یخچال حالا هرچ خود مردم کمک میکنن میفرستن به اون انباری که من اجاره کردم میفرستن به اون آدرس ما طبق خانواده که شناسایی شده میفرستیم در منزلش. توی قسمت درمان و دارو که فرمودین برخورد دکترها چطوریه در این جور مواقع یعنی شما وقتی معرفیشون میکنی حالا بالاخره همکاری میکنند بله پزشکا واقعا خیلی خوب کمک به من کردن مخصوصا آقای دکتر سمی که من یه بچه دارم به اسم محمد صفا بله؟ که چشمش باید عمل میشد آقای دکتر سمی کمک کمکم کردن چشم محمد صفا رو عمل کردن آقای دکتر صابری هر مریضی رو که من تحقیق کردم معرفی میکنم کمک میکنن. ولی م... کلا از قشر بازیگرا و خواننده ها و اینا فقط مسیج تشکر میاد ولی هیچ کمکی طلب به من از سمت اونا نشده و این انتظار رو دارید؟ بله که این کار انجام بده ما هم این انتظار رو داریم ماه اصل امسال خانم نرگس کلباسی امه. ایشون رفتن تو این برنامه و تقریبا شبیه شما بودن حالا راستش رو بگید حسادتتون نشد که ایشون تو این برنامه هستن شما دوست نشید جای ایشون تو اون برنامه باشید واقعا سر این قضیه من خیلی ناراحت شدم چون بله؟ خانم کلباسی هندو کمک میکنن بله. دیگه بچه های هندو کمک میکنن از ایشون به خاطر کمک به افرادی که توی هنده مثلا تقدیر شد دعوت شد من انتظار داشتم که اه, کسی که حالا داره به بچه های خود ایران تهران خونده. هومه داره کمک میکنه اصلا هیچ اه, استقبالی نمیشه مثلا من توقع داشتم که اه, یه جورایی حمایت بکنن ازم چون من نسبت به اون صد خورده بچه که دارم اه, احساس مسئولیت میکنم الان تمام بچه های احمد آباد من هفته دوچرخه خریدم همشون از من دوچرخه میخوان خب این من تنهایی از پسش بر نمیام که مثلا بچه های من مدرسه رفتن براشون سخته همه با دنپایی میرن مدرسه کیف ندارن میزنن توی کیسه میبرن همه لباس های کسیف تمام زایا جمع میکنن آشغال جمع میکنن من خیلی دوست داشتم که مثلا از طریق برنامه محصل بچه های من معرفی بشن بتونم یه مدرسه برایشون بسازم یه درمانگاهی بسازم واقعا بچه ها از نظر بهداشتی خیلی ضعیفن مثلا برنامه در شهر هم من بردم اونجا که حالا از وضعیت زندگی بچه ها بگیره چون انقدر اونجا سگ هستش اون روزی که در شهر اومد فیلمش هست پای بچه من سگ گاز گرفت همینجوری داشت خون می آمد. انقدر اونجا سگ هست بچه ها نه وسیله بازی دارن نه از ذر بهداشتی گاز ندارن مثلا زمستون چوب جمع میکنن توی خونه هاشون بخار چوبی درست میکردن من انتظار داشتم که مثلا یه جوری این بچه ها حمایت میدونن خیلی توی صفحه از این بچه ها فیلم دارم دوست داشتم یه مدرسه براشون ساخته شه واقعا به به خانم کرباسی حسادت کردم به خاطر اینکه ایشون هندو کمک میکنن انقدر مثلا حمایتش میکنن انقدر پشتش با خودشون ارتباط دارید؟ نه با خودشون ارتباط خیلی دوست دارم مثلا با هم دیگه خیلی دوست دارم سیستان و بلوچستان یه بار برم یعنی خیلی دوست دارم اونجا رو کمک کنم چون همه از من میخوان که اون شهر رو برم کمک کنم چون آدم نیازمند اونجا زیاد هستش تو قسمت قهرمان من ماه اصل شما کاندید شدی ولی خب انتخاب نشدی ناراحت شدی خیلی چقدر خیلی یعنی <applause> گریهتون گرفت به اون حد رسید آره گریه واقعا اونجا چه حسی داشتین از اینکه من این همه تلاش کردم ولی خب حالا نادیده گرفته شد یا حداقل نشون داده نشد ببینید کسی که ام... نفر اول شد توی قهرمان من یه باید. دختری بودش که مادر پدرش ناشنوا بودن نمیتونستن صحبت کنم از این مورد ما خیلی داریم خب بعد مثلا کسی که نفر اول شد دختری نبودش که از بچگی بگیم حالا مادر پدرش رو نگهداری کرده اذیت شده این فقط چیزی بودش که مادر پدرش ناشنوا بودن توی خونه همه هم هستش یعنی هم. این مورد مورد جدید و نوعی نبودش خب من انتظار نداشتم حالا من خودم به شخص اوایل که میومدن سراغم برای مصاحبه و حالا هر فیلمی خودم یه ذره تعجب میکردم چون میگفتم که این وظیفه هر کسی اصلا تشکر نباید بشه ازش من این خودم وظیفه میدونستم ترجیح دادم از تفریح هم بزنم چون من از هم احتیاج مالی ندارم خدا رو شد تصمیم گرفتم که حالا تفریحاتم وقتم روزمره اینجوری بگذره اصلا هم توقع تشکر ندارم از کسی چون وظیفه میدونم ولی برای حمایت از بچه ها برای اینکه واقعا دستان سخت من چجوری برای مدرسه بسازم چجوری درمونگا بسازم چجوری از ذر بهداشتی ساپورتشون کنم از این لحاظا دوست داشتم که حمایت بشم دوست داشتم که دیده بشم فکر می کردم اینجوری بیشتر میتونم کمک بگیرم از مردم شما این خواسته ها رو رفتید مطرح کنید با شورا استانداری اینجوری مراکزی که نه انقدر درگیر مشکلات مردم شدم که واقعا اینو مثلا وقت نمی کنم برم دنبالش این همه توی این اتفاقات بودی، تلخترین منظری که دیدی کدوم بوده تختارینش بنیامین بنیامین یه بچه سه سال است که بیماری ژنتیکی SMA یک داره بعد یه بیماری نادره اصلا کلا تو ایران درمانش هم توی کشور آنکارا فقط هست چی هست این بیماری؟ یه بیماری جنتیکیه که الان بچه سه ساله رو تخت افتاده فقط مادرش این برورش میکنه که زخم بستر سر نگیره و هر روز هم باید فیزیوتراپی بشه که بدنش خوش نشه یعنی سیستم حرکتیش از کار افتاده یا نخایی؟ کلا حرکتی که نداره فقط انگشت پاش تکون میخوره توی پیج من فیلم بنیامین هست به اسم علی کچولوه کلا مثلا من فیلم بنیامین رو مثلا میذارم که براش فیزیوتراپ پیدا بشه هر روز بنیامین باید فیزیوتراپی بشه خب اینا رو من اگه مثلا بگن ریاکار وقتی من فیلم بنیامین رو نت مثلا تا فیلمش رو چه چجوری از مردم کمک بگیرم من نه محسستم نه خیلیم این کار رو دوست دارم این وسط واسطه یه فیلم میذارم از بنیامین از محمد صفا حالا از هر بچه ای که میرم تحقیق می کجا هستی بنیامین؟ بنیامین خونهشون از آباده تهران بله الان کسی... پیش قدم نشده برای کارایشون؟ برای فیزیوتراپیش نه خب خیلی گرونه بعد فیزیوتراپی بعد بشه مادرش هم واقعا از نظر روحی خیلی به هم ریخته است یعنی فکر کنید سه ساله هیچ جا نمیتونه بره مادر فقط موازم این بچه است بعد مدام ببخشید از بعد دهنش کف میاد تمام با این ساکشن بعد مدام دور دهنش تمیز کنید یعنی مادرش خیلی اذیت میشه سر بنیامین من خیلی ناراحت شدم چند وقت بار میبینیش؟ بنیامین رو من یک بار دیدم برای داروهاش هم بانی پیدا کردم که هر ماه داروهاش تهیه میشه لباسی بخواد، مواد غذایی بخواد، اینا رو میتونم فرام کنم ولی فیزیوتراپیش واقعا هزینهش بالاست از مادرش هم میگه که مثلا ما از جای حمایت نمیشیم <applause> این هزینه درمانش توی حال ترکیه انکارا هر جایی که گفتن قرار من با دکترشون صحبت کنم ببینم اگه واقعا درمانش تو اون کشور امکان پذیر هست حالا پیگیر کاراش باشیم براش خیر پیدا کنیم امیدواریم کارشون خوب بشه در آخر چه آرزوی داری؟ آرزو دارم که م... یه مؤسسه خیریه بزنم اصلا هم کمک مالی نگیرم از کسی اصلا من با این قضیه مشکل دارم خیلی هستن تو پیجاشون شماره حساب میذارن مثلا یه پیجی هستش که پدر بچه, مریضشون مریضش رو گذاشته دو تا بچه مریض داره الان من تحقیق کردم دیدم که حالا کلو بردار از داره خیلی پیجا هستن که شماره کارت میذارم من اصلا با این کار نمیدونم دست خودم نیست دوست ندارم با این من مشکل دارم با این کمک مالی جمع کردم مشکل نمیشه که هر کی شخصی بلند برای خودش کار خیر بکنه یه شماره حساب بذاره پس دیگه مثلا این همه خیریه این همه کمیته امداد اینا چی میشه من دوست دارم کمک کنم نمیخوام دولتی باشه کارم این وسط واسطم خیرون رو با اونایی که تحقیق میکنم وقت گذاشتم دوست دارم معرفی میکنم حالا اینکه شماره کارت بذارم پول چی میشه چقدرش میمونه چقدرش میره یا رو بعدا انقدر شک و شبه پیش میره ترجیح میدم اصلا نباشه کمک مالی با این حالا پیجایی هم که شماره کارت و این چیزا گوشن اصلا موافق نیستم آرزوم من اینه که یه روز یه محسسه بزنم بدون هیچ کمک مالی یعنی من کلی بچه داشته باشم کلی کمک از مردم داشته باشم از آدم های خیر بتونم مشکل خانواده رو یکی یکی حل کنم مثلا من یه خانواده ای هست که خود آقا به من گفتش که من اعتیاد دارم زیر پل راهن زیر توی میدون راهنم بیا منو ببر کم بردمش کم معرفی کردم همه اینا رایگان مثلا مشکلش توی پیج میشه براش بانی پیدا میشه میبرمش کم یا مثلا یه آقای بودش زیر پل به که شبکه های هم نشونش دادن من رفتم مثلا بانی پیدا شد براش خونه اجاره کردیم دوباره همه بچه های مریضی که مثلا تحقیق برای من مردم خودشون مشکلشون و آدرسشون و رو میفرستن من به اونایی که اعلام آمادگی میکنن معرفی میکنم خود خانواده ها خود خیرین شخصا پیگیری میکنم بله موفق باشی خیلی ممنون که به برنامه ما آمدی در آخر دوستم اگه صحبتی با همین بچه های عزیز اگه دارین از همین دوربین ما فکر کنید که اونها الان دارن شما نگاه میکنن باشون صحبت کنید من خیلی الان درگیری ذهنیم روی بچه های احمد آباده اه. چون همشون رو هم که از دور میبینن یه خاله محشید انقدر میریزن دور ماشین الان کافی یه نفر اونجا نظری بیاره انقدر این بچه ها گرسنن که میرن رو سقف ماشین انقدر حجوم میارن آینه ماشین رو میشکن این بچه ها از نظر آموزشی خیلی ضعیفه حالا گرسنگیشون بکنه از نظر آموزشی مثلا من دوست دارم یه تیم آموزشی اونجا بره چند تا معلم باشن یه خونه من اونجا داشته باشن. بچه های احمد جمع کنم همشون دوچرخه آرزوشونه منم تنها از پسم بر نمیاد مگه اینکه حالا دونه دونه بچه ها رو معرفی کنم دونه دونه براشون بانی پیدا بشه دوست دارم که بیشتر بچه های احمد رو ساپورت کنم به خاطر اینکه بیشتر روشون احساس مسئولیت میکنم چون منو میشناسن خاله محشد رو میشناسن دوست دارم که بیشتر به اون بچه ها کمک بشه و قول میدم که یه روزی آرزوی تک تکشون رو برآورده کنم حالا شاید دیر بشه ولی حتما این کار انجام میده ما منتظر اون روز هستیم مرسی. ممنون متشکر از لطفتون تشکر میکنم بیننده های عزیزمون به پایان یکی دیگه از برنامه های پاپستار رسیدیم خیلی متشکر که ما رو حمایت میکنید هر پنجشنبه ساعت نه شب از سایت آپارات و پاپ تیوی در خدمتتون هستیم تا برنامه بعدی خدا یار و